در حجره گشادن مصطفی علیه السلام بر مهمان و خود را پنهان کردن تا او خیال گشاینده را نبیند و خجل شود و گستاخ بیرون رود. مصطفی صبح آمد و در را گشاد، صبح آن گمراه را او راه داد. در گشاد و گشت پنهان مصطفی، تا نگردد شرمسار آن مبتلا. تا برون آید رود گستاخ او، تا نبیند در گشا را پشت و رو. یا نهان شد در پس چیزی و یا از ویش پوشید دامان خدا. صبغت الله گاه پوشیده کند، پرده بیچون بران ناظر تند. تا نبیند خصم را پهلوی خیش، قدرت یزدان از آن بیش است بیش. مصطفی میدید احوال شبش، لیک مانع بود فرمان ربش. تا که پیش از خبت بگشاید رهی، تا نیفتد زان فضیحت در چهی. لیک حکمت بود امر آسمان، تا ببیند خیشتن را او چنان. بس اداوت ها که آن یاری بود، بس خرابی ها که معماری بود. جام خواب پرحدث را یک فضول، قاصد آورد در پیش رسول. که چونین کرده است مهمانت ببین، خنده ای زد رحمت للعالمین. که بیاران مطهره اینجا به پیش، تا بشویم جمله را با دست خیش. هر کسی می جز که از بحر خدا، جان ما و جسم ما قربان تو را. جان ما و جسم ما قربان تو را. ما بشوییم این حدث را تو بهل، کار دست است این نمت نه کار دل. ایل عمرک مر تو را حق عمر خواند، پس خلیفه کرد و بر کرسی نشاند. ما برای خدمت تو میزیم، چون تو خدمت میکنی پس ما چیم؟ گفت آن دانم ولیکن ساعتی است، که در این شستن به خیشم حکمتی است. منتظر بودند که این قول نبی است، تا پدید آید که این اسرار چیست. او به جد می شست آن احداث را، خاص امر حق نه تقلید و ریا. که دلش می گفت که این را تو بشو، که در اینجا هست حکمت تو به تو.